سلام شنونده های عزیز برنامه زبان عشق، با قسمت دیگه از این برنامه در خدمت شما هستیم. روز و روزگار خوش. من داریوش هستم و همراه همکار جوان و خوبم ترمه. سلام ترمه جان. سلام به شما و شنونده های عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بله، منم امیدوارم واقعا حال عزیزان خوب باشه. شما چطوری؟ خوبین؟ عالی، مرسی. شما خوبین؟ بله بله، خدا رو شکر. شکر عالی هستم و مشتاقم برای اینکه ادامه بدیم برنامه رو. به میدونم که به جای در حساسش رسیدیم. بله. این قسمت ها بیشتر میخوایم در مورد محبت، عشق و در نقطه مقابلش خشم و عصبانیت صحبت بکنیم. بله بله. و میدونم که یه قسمت هایی رو داریم در مورد راهنمایی برای والدین مطرح میکنیم و قسمت های دیگر راهنمایی برای نوجوانا مطرح میکنیم. میدونیم که زبان عشق برنامه ای که در رابطه در واقع مخاطبش پدر مادرهای عزیز هستن که تو خونه کودک دارن. بله. و یا نوجوان دارن و یا اینکه به زودی صاحب بچه میشن، فرزند میشن و میخوان که کمکشون بکنن. بله. میخوان نوجوان های سالمی رو داشته باشن و در آینده جوان های سالمی رو تحویل جامعه بدن. درست. ترمی جان، یه چیزی من میخوندم توی کتاب چند سال پیش. بله. یه جمله از اون کتاب یادم مونده. میخوام از تو بپرسم این رو، اول ببینم تو جوابشو چجوری میدی، بعد من اون جمله رو بگم. تو میدونی آدم ها برای چی سر هم داد میزنن؟ سوال جالبی. من فکر کنم که به خاطر این که حرف همو نمیفهمن دیگه. حرف همو نمیفهمن داد میزنن. جالب بود. من اگه میخوام اون کتاب رو تو یک جمله خلاصه بکنم، مختصر و مفید، این میشه. آدم ها به خاطر این سر هم داد میزنن، با اینکه فاصله کمی نسبت به هم دارن، تو یک متری هم دیگه هستن، ولی سر هم فریاد میزنن به خاطر اینکه قلب هاشون از هم دیگه فرسنگ ها دور شده. چقدر جالب. آره. شما درست گفتی، به خاطر اینکه حرف قلب هم دیگه رو متوجه نمیشن دیگه. فاصله شون کمه ها. بله، از نظر بله. فیزیکی، ولی بله. روح، فکر، قلب از هم دیگه فاصله گرفته. امروز میخوایم در رابطه با بیشتر این موضوع صحبت بکنیم. بله. ولی قبلش از شما اجازه میخوام که یه کتابی رو معرفی بکنم. طبق معمول ما کتاب معرفی میکنیم دیگه. بله. تو برنامه‌مون کتابی هست به نام دعای خداوند که یک نگاه عمیق‌تری داره به کتاب مقدس انجیل به روایت متی فصل 6 آیه 9، اون دعای معروف ربانی که همه مسیحیان عزیز میشناسنش، که میگه ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید. بله. و الی آخر. دوست و برادر عزیزمون ادوین آبنوس این کتاب رو تهیه کردن. من تشویق میکنم عزیزان رو که کتاب رو بگیرین، بخرید، ساپورت بکنید، حمایت بکنید. بله. مطالعه بکنید و چیزی که خیلی خیلی عالی هست و واقعا به خود من خیلی کمک کرده در مطالعه این کتاب، یک پاراگراف اینجا هست اگه اجازه بدی بخونم. میگه بله. عجیب نیست که شاگردان مسیح پاکی دعای عیسی رو میستودند. دعای مسیح صاف بود چون آب زلال که از دل خدا جاری میشد. دعای مسیح بی ریا بود، بی آلایش و آسمانی. نفس. شاگردان اون شفافیت و صداقت رو میخواستند. چقدر خوبه که ما دعاهامون مثل دعایی که مسیح برامون گذاشته صاف و شفاف باشه. دقیقاً. نه فقط دعامون، فکرمون، زندگیمون، روحمون. و چیزی که میخوایم تو این برنامه ها در مورد صحبت بکنیم، میخوام بگم همه این چیزها رو بعد از اینکه یاد گرفتیم تو دعای روزانه‌مون به حضور خدا بیاریم، خدا کمک بکنه به ما برای اینکه ما بتونیم محبت رو به بچه‌هامون درست منتقل بکنیم. بله، دقیقاً این چیزی که میگین درسته. بعد از خوندن اون پاراگراف و گفتید که دعا باید صادق باشه و زلال باشه، من میخواستم بگم دقیقاً همینه. علاوه بر اینکه دعا باید صادق باشه، رفتارمون هم باید صادق باشه. نه با بچه‌مون، با هر کسی که باهاش در ارتباطیم. دقیقاً. ترمی جان، در مورد خشم میخوایم صحبت بکنیم. بله. یه نویسنده معروف امریکایی فکر میکنم باشه. بله. آقای بیرس میگه زمانی که خشمین هستی صحبت کن تا به تو بگم تو بهترین نطق و سخنرانی زندگی تو انجام میدی که تو ابدم ازش پشیمون خواهی بود. برای تو پیش اومده، درسته؟ بله بله. من متاسفانه یه اتفاقی که درونم هست که خیلی کنترلش کردم، من خیلی آدم صبورم، ولی اگر زمانی عصبانی بشم و ناراحت بشم، حتما توی حرفام دو تا جمله دارم که بعدن ازش پشیمون میشم. و
به دلیل این حرکت و به دلیل پیشگیری از این اتفاق که اون دوتا جمله رو نگم که بعداً ازش پشیمون بشم، یا سکوت میکنم یا میرم و خودم بیشتر مواقع میرم یه جایی اون... که آره از اون محل محیط... دور میشم، از اون محیط دور میشی، از اون محیط دور میشم و اینکه به خاطر اینکه پیشگیری کنم از اون اتفاقی که نباید بیفته دیگه. ولی خدا رو شکر که با دعا و با دعا واقعا بهتر شده این حرکت. خیلی خوشحالم اینکه صادقانه این چیزها رو مطرح میکنی با ما. مرسی واقعا، به عنوان جوون برای ما میتونه نمونه خیلی خوبی باشه. خیلی قشنگ گفتی اینکه پشیمون میشی بعدن. بله. مثل همین آقای نویسنده که میگه سخن... بهترین سخنرانی زندگی تو خواهی کرد که تو اول ازش پشیمونی. دقیقا منم همینطوری هم، وقتی عصبانی میشم خشمگین هستم ممکنه یه حرفایی بزنم که بعدا ازش پشیمون میشم. ما امروز میخوایم در رابطه با این صحبت بکنیم که چه کار بکنیم مثلا، چه راهکارهایی برامون باشه. بله. برای پدر مادران مخصوصا. بله. که جلوگیری بکنیم مثلا از این ماجرا، یعنی اصلا به اون مرحله نرسه که آب جاری بشه. فارسی میگیم وقتی آب ریخته شد جمع کردنش سخته. سخت میشه. بله. یا قلب شکسته بشه، یا اون مخزن عشق نوجوان که داریم ازش صحبت میکنیم بله ترک برداره، خدای نکرده. بله. دیگه نتونیم شکستگی‌هاشو مرهم بذاریم. بله. یه چیزی راجع به خشم من پیدا کردم توی کتاب مقدس، توی متا 5 آیه 21 تا 22 خیلی خوبه. یعنی من خیلی خودم تأمل کردم درش وقتی که خوندمش و گفتم که امروز هم برای شما بخونمش. متا 5 21 و 22 میگه که شنیده اید که به پیشینیان گفته شده قتل مکن و هر که قتل کند سزاوار محاکمه خواهد بود، اما من به شما میگویم هر که بر برادر خود خشم گیرد سزاوار محاکمه است و هر که به برادر خود راغا گوید سزاوار محاکمه در حضور شور است و هر که به برادر خود احمق گوید سزاوار آتش جهنم بود. میگه که باید خشم خودمون رو کنترل کنیم و اگر کلمات زشت یا ناسزا گفته بشه سزاوار آتش جهنمی. و جالبه کلمه راقا اون نهایتشه که بله. به معنای احمق هم میتونه باشه، ولی در نهایت داره از یک حس انزجار و نفرت صحبت میکنه. میگه اگه در دل خود تو نفرت داشته باشی بله و بعدت بیاد و اون خشمو در دل خودت نگه داشته باشی سزاوار جهنم است. یعنی قتل رو دیگه دقتش کنیم. بله. قتل رو در مقابل خشم قرار داده. بله. اینقدر این استاندارد رو این سطح مسیح عیسی مسیح برده بالا که اصلا غیر قابل شاید اجرا باشه حتی. بله. ولی چقدر داره تذکر میده که اگر حواسمون نباشه و جلوگیری نکنیم، مقابله نکنیم، راهشو بلد نباشیم، سزاوار آتش خواهیم بود. بله. یا قتل انجام خواهد شد. بله. انجام خواهد گرفت، طرف مقابل رو میکشیم. دقیقا. خوردش میکنیم. دقیقا. از بین میبریمش و شاید مدت ها طول بکشه که دوباره بتونیم مرهم بذاریم برون. بله دقیقا. هدف این برنامه، این قسمت از برنامه اینه که چطور والدین رو گفتیم با خشم خودشون کمک بکنیم که مقابله بکنن و اینکه راه‌های مقابله با خشم رو به طرز مثبت به نوجوانا یاد بدیم. درست. و این چیزی که مهمه اینه که ما حتما باید یاد بگیریم برای اینکه یاد بدیم. دقیقاً. دستامون باید پر باشه تا ببخشیم. پس تشویق میکنیم عزیزان رو که با ما همراه باشن در این سفر. بله. ولی قبل از اون اگه موافق باشی بریم با هم یک موسیقی پرستشی بشنویم، برگردیم تو استودیو. حتما. پرسیدند کجاست آن مولود که پادشاه یهود است، زیرا ستاره او را در مشرق دیده ایم و برای پرستش او آمده ایم. در با ماست به سر با ماست
حیات جاودان در ماست، مقد از روح قدوسش بخواهید او شبان ماست، بخواهید او شبان ماست. ترم جان، یک پدر عزیزی تو در یک سمینار به من میگفت که تا زمانی که ازدواج نکرده بودم معنای خشم رو نمیدونستم، بعد از اینکه ازدواج کردم یه مقدار معنای خشم رو فهمیدم. خیلی صادق بوده. بعد تا زمانی که بچه دار نشده بودم هنوز معنای خشم واقعی رو نمی‌دونستم. بچه دار که شدم تو سنین کودکی یه مقدار بیشتر متوجه شدم. درست. تا زمانی که رسید بچه من بزرگ شد و نوجوان شد. اونجا تازه معنای خشم واقعی رو اونجا تازه متوجه شدم. که این عزیز مثل این که با کله رفته بود تو در. البته بعد خود محافظت کرده بود ازش نجاتش شده. یعنی حالش ناراحتی دیگه، عصبانی، خشم. داریم در مورد صحبت می‌کنیم. مسئله جدیه واقعا. حالا این خنده‌های ما بنابر چیز نیستش، شوخی گرفتن این مسئله نیست. چرا نوجوانای ما خشمگین میشن؟ توی دوران کودکی بچه‌ها ما رو عصبانی میکنن، درسته؟ ولی از نوع عصبانیتی که ما از اونها داریم عصبانیتی نیست که به خشم منتهی بشه به این شدت. بله. که پدر مادرها با نوجوانا دارن. بله. علت‌ها رو یه سریاشو تو برنامه قبلی بهش اشاره کردیم. بله. مثلا تغییرات فیزیکی، هورمونی. بله. که توی نوجوان‌ها به وجود میاد. بله. اون نامتعادلن. درسته. نوسان دارن. و یه چیزی که خیلی خیلی مهمه این تغییراتی که به وجود میاد تغییرات عقلیه. بله. منطقشون، استدلالشون داره رشد میکنه. درسته. و یک چیز دیگه که خیلی تو این قسمت ما کمک میکنه اینه که فراموش نکنیم که نوجوانا حس انتقادشون، اون استدلال انتقادیشون داره شکل میگیره و رشد میکنه. اونها نسبت به همه چیز ما انتقاد دارن. حتی تو خانواده های مسیحی و ایماندار که این مشکلات وجود داره، که من چون خیلی با این عزیزان کار میکنم میبینم از نزدیک این رو. بله. تو زندگی خود منم همین هست. من به عنوان پدری که نوجوان دارم، بله، اینو باش دست و پنجه نرم میکنم. او به رفتار من انتقاد داره. بله. منو زیر ذره بین داره. دقیقاً. مادرش هم همینطور. دقیقاً این چیزی که میگین درسته. الان اینو گفتین، من یکی از دوستام یادم اومد که اون همیشه به من میگفتش که، یعنی میشستیم با هم دیگه مثلا صحبت میکردیم که چه کاری کردیم یا چه اتفاقاتی افتاده، میگفتش که مامانش بسیار آدم خوشپوشی بود و هیچ وقت لباس بد، اصلا هیچ وقت من لباس بد تن مادر دوستم ندیده بودم، ولی دوستم به شدت همیشه میگفتش که من اصلا دوست ندارم مامانم با من هیچ جا بیاد، بخاطر اینکه لباسش اصلا قشنگ نیست. که من همیشه بهش میگفتم چرا مامان تو این همه خوشپوشه؟ ولی اون دقیقا الان متوجه میشم که این تفکر انتقادیه که شما میگین. شاید مادرش همیشه خوشپوش بوده، اون شاید یه سری دلایل دیگه داشته برای اینکه با مادرش همراه نشه. من شاید زیاد وارد جزئیات زندگیش نبودم و نمیدونستم، اون شاید یه سری دلایل دیگه داشته، ولی اولین چیزی که میتونسته به زبونش بیاره این بوده که مامان من خوشتیپ نیست، من دوست ندارم با من هیچ جا بیاد. و این تفکرات انتقادی و این ذره‌بینی که شما میگین همیشه هست. من خودم همیشه روی رفتار مامان بابام ذره‌بین داشتم. مثلا من با مامانم خیلی جاها میرفتیم و بعدش برمیگشتیم تو ماشین میشستیم با هم دیگه صحبت میکردیم، بهش میگفتم که مثلا مامان مثلا شما اینو گفتی، آیا دلیلش این بود؟ بعد گفتش که من مثلا کی اینو گفتم؟ گفتم بله شما این جمله رو مثلا گفتی. گفت واقعا تو چقدر حواست جمعه. این جمله‌ای که واقعا تو چقدر حواست جمعه رو من شاید هزار بار از مامانم شنیدم. و دیشب که داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم به این، یعنی وقتی که با هم صحبت کردیم به این نتیجه رسیدیم که
توی سن نوجوانی ذره‌بین میذارن، من فهمیدم که من اون موقع ذره‌بین داشتم رو رفتار مادر پدرم. دقیقا درست میگی، تو شاهد هستی به همه این چیزهایی که داریم میگیم. بله. و واقعا چیزهای واقعی هست، حقیقی هست که باید جدی بگیریمش، بدونیم که شو نیست، نمایش نیست، زندگی واقعیه. بله. باید اون چیزی که میگیم بهش عمل بکنیم. دقیقا. رفتارمون باید مسئولانه باشه، در این حال باید یاد بگیریم یاد بگیریم و این درخت زندگیمون، درخت معرفت آگاهیمون رو پربارتر بکنیم. بله. که بتونیم بهشون کمک بکنیم. درست. ما گروه نوجوانان داریم، یکی از گروه نوجوانان ما یکی دو تا از بچه ها جوانان معذرت میخوام یکی دو از بچه ها تحصیلات بالا دارن. مثلا دارن سیاست میخونن، درس سیاست میخونن و میرن توی مثلا منطق و استدلال، نه اصلا میرن توی پارلمان سخنرانی میکنن به عنوان جوانان مسیحی، میرن اونجا نطقشون رو ایراد میکنن. بله. جوانای تحصیل کرده که دارن رشد میکنن، ما چطور میتونیم در مقابل این عزیزان رفتار درست نشون بدیم به عنوان پدر مادران آگاه، پدر مادرانی که در این حاله که ایماندار هستن فقط به این بسنده نمیکنن که در هر مشکل کوچیک میگه فقط خوب دعا بکنیم درست میشه. همین که دعا میکنیم درست میشه. من در اول برنامه کتاب برادر عزیزمون ندوین معرفی کردم، در مورد دعای خداوند نوشته. بله. نگاه عمیق‌تری به ما نسبت به ایمان ما میده. درسته. ولی آیا فقط این هست که این به نظر من این ساده ترین راه هست برای اینکه ما مسئولیت رو دوش خودمون برداریم. دقیقا. به خاطر اینکه وقت گذاشتن، وقت کردن، گفتگوی واقعی برقرار کردن. بله. جلوی خودت رو گرفتن، خودت رو کنترل کردن. دقیقا. در لحظات حساس. بله. اینا چیزهایی هست که واقعا قربانی نیاز داره و نیاز داره که ما تمام تلاش خودمون بکنیم. والدین رفتارهای غیر مسئولانه بچه هاشون رو در واقع نمیپذیرن و عکس العملشون چیز دیگه ای خواهد بود. میگن اگه ما این عکس العمل رو نشون بدیم بهشون ممکنه که اونها خوب روش نکنن. اتفاقا به همین خاطر از روی خشم باشون وارد عمل میشن. متاسفانه. و نوجوانا به خاطر اینکه باب میلشون نیست این حرف را. بل. حرف ها و اون چیزی که دارن میشنون نافرمانی میکنن. نافرمانی که میکنن والدین فریاد ممکنه بزنن. اینجا همون جاست که میگیم قلب ها اصلا فاصله میگیره. بله دقیقا. افکار از هم دیگه فاصله میگیره. فریاد که میزنه میگه من به تو میگم باید انجام بدی، دستوری آمرانه. دقیقا. دستوری. هیچ فرمان دستوری شما نمیتونی ببینی که درش اطاعت باشه از روی میل و رغبت. دقیقاً. امکان نداره این چیزی. دقیقاً. اونجا که شروع میکنه به فریاد کشیدن. بله. و خشمی که خارج از کنترله، اونجا شروع جنگه. یعنی شما دو تا میدون نبرد رو تصور بکنید. بله. که به جای مثلا توپ و تانک و اینا که به سمت هم دیگه پرتاب میکنن، به سمت موشک و تیر و اینا. بله. کلمات رو به هم پرتاب میکنن. درست. بعضی موقع از کلمات مثل بعضی از کلمات مثل نارنجکن. وقتی پرتاب میشه توی زمین نوجوان، نه فقط میترکه بلکه ترکشاش تا مدت ها تو زندگی این میمونه، تأثیرات بدی خواهد داشت. کاملا موافقم با تو. و یک از این رو من یه شهادتش رو نوشتم اینجا. بله. یه نوجوانی میگفت که اگه من مطابق میل پدرم رفتار کنم عالیم، درجه یکم مثلا، جام تو بهشته، فرزند خوبیم. اگر نه اینطور نخواهد بود. من میگم من حق فکر کردن دارم. تصمیم گرفتن. بله. دارم. اونا این حق استقلال داره. دقیقاً. حق تصمیم رو دارن ازش میگیرن. دقیقاً. این فکر کنم دقیقاً همون معامله ایه که ما دقیقاً تو قسمت قبل راجبش حرف زدیم، که مادر پدران معامله میکنن، که ناخودآگاه این طرز فکر رو به وجود میارن که اگر که تو یه رفتاری رو بکنی که باب میل من باشه، من دوستت دارم، در غیر این صورت تو برام ارزش نداری، من دوستت ندارم و هر اتفاق دیگه، مثلا اتفاقات خوب زندگیشو ازش میگیره. مثلا اگه یه نوجوانی دوست داره با دوستاش بره بیرون، اگر که والدینش مثلا مادر پدرش بگه که اوکی تو این رفتار امروزت خوب نبود، درست نبود، مثلا به خاطر اینکه من دوست نداشتم درست نبود، و شاید اون رفتار درست بود ولی به خاطر اینکه من دوست نداشتم نمیتونی با دوستات بری بیرون. و این دقیقاً اون معامله هست. دقیقاً. و چیزی که هست اینه که میدونی در انتهای صحبت این نوجوان چی گفت؟ گفت من اگر در آینده ازدواج بکنم و بچه دار بشم همین کار باهاش میکنم. ای وای.
داشت از روی خشم میگفت، این قسمتش خیلی مهمه. دستاش میلرزید یا صورتش میلرزید از خشم، از ناراحتی. بله. و داشت این جمله رو از روی خشم میگو. من احساس کردم که چون نتونسته جواب پدر مادر رو بده، بله، و حق داره که این کار نکرده، حالا به علتاش رو بیان میکنیم، این خشم خودش رو فرو خورده، ناراحتی خودش رو پنهان کرده و نگه داشته تا در آینده ضربهش رو به کسی دیگه بزنه. اگر میخوایم ازدواج بچه‌هامون در آینده مسئولانه زیر تعهد باشه، بله، پیمان باشه، عهد باشه، با محبت باشه، اونها بچه‌های خودشون رو بتونن درست تربیت بکنن و ما زندگی‌های شیرین‌تری داشته باشیم، باید از داخل خون خودمون شروع بکنیم. بله. پدر مادرای عزیز، باید حواسمون باشه که خشم خودمون رو به موقع چطور کنترل بکنیم. بله. چند تا راهکار نوشتیم برای اینکه این الگوهای مخربو که از نسلی به نسل دیگه ترمجان منتقل شده رو، بله، خرابش بکنیم، بشکنیم. درست. من عزیزان رو می‌بینم که این الگوها رو به ارث بردن از خانوادهشون. یه پدر من، پدر بزرگ من، من اینطوری تربیت کرده، منم بچه‌مو اینطوری تربیت. و درد اینجاست که مشکل رو نمیبینه. اول برنامه گفتیم که اگر ما متوجه نشیم که مشکل چیه، بله، نمیتونیم در پی یافتن راه حل باشیم. دقیقاً. مشکلی نمیبینه که میخواد دوباره راه حل باشه، میگه همه چی گل و بلبله. آره، متاسفم. من عالیم. پدر مادر من روش خیلی خوبی داشتم برای تربیت و به هیچ راهی نمیخواد هدایت بشه. دقیقا چیزی که کتاب مقدس بهش میگه توبه. بله. بله، دقیقا این چیزی که میگین، خواهش میکنم، درسته. و اصلا میگن اگر آدم یه ضرب المثل یا یه اصطلاحیه که میگن اگه آدم اشتباهش رو نپذیره هیچ کاری راجبش نمیتونه بکنه. چون من خودم به شخص فکر میکنم طرف اگه فکر میکرد که رفتارش اشتباهه، که اصلا انجامش نمیداد که، چون معمولا آدم های درست با عقل و منطق و استدلال درست اگر بدونن یه رفتاری اشتباهه اصلا انجامش نمیدن، پس نمیدونن که اشتباهه. دقیقاً. پس قدم اول میتونه این باشه که ما تشخیص بدیم. بله، درسته. من مثلا میخوام سرفه کردم، میخوام جمله‌مو تمام بکنم. چیزی که کتاب مقدس بهش میگه توبه. توبه، بله، در اصل لغت یعنی که شما دارین توی مسیری حرکت میکنین، درسته، متوجه بشی، آگاه بشی و برگردی دقیقاً نقطه مقابل اون، بله، به طرف دیگه حرکت، بله، بکنی. بله. ما اول باید این رو اعتراف بکنیم، توبه بکنیم، این حس رو پیدا بکنیم. امیدوارم این برنامه این حس رو منتقل بکنه که اگر میخوای آینده اون رو تضمین بکنی، اگر میخوای نوجوان تو خشم فرو خورده نداشته باشه تا به خودش و دیگران و بچه‌های خودش در آینده، جامعه خودش ضربه بزنه، یا نه بریز داخل خودش، حالا تهاجمی نباشه، افسرده بشه، منزوی بشه، بله، افسار زندگی در دستش رها بشه، بی هدف بشه، بی انگیزه بشه، اگه میخوای اتفاقات نیفته باید توبه بکنیم. بله. یعنی چی؟ یعنی باید آگاه بشیم به اینکه ما اشتباه داریم حرکت میکنیم، درست، مسیرمون رو تغییر بدیم. بله. بریم یه موسیقی بشنویم، یه سرود پرستشی و برمیگردیم با هم در رابطه با راهنمودهایی که جلوی خشم رو میتونه بگیره صحبت میکنیم. بله، حتما. بله. شدم با لمس محبتش، آزادیست در درک حقیقتش، صلیبش پیغام آزادی داد، حیات جاویدان در شادی داد، به ظلمت به تابی که نور او، با شماست همواره نیروی او، جلوه ای از نور خداونده، در فکر شفای هر فرزنده،
بله، شما قبل از اینکه بریم سراغ موسیقی گفتین که میخوایم راجع به این صحبت کنیم که اون الگوهای مخرب و اون راهکارهایی که مادر پدر دارن رو چجوری خرابش بکنن و اون الگوهای مخرب رو از نو بسازن و یه اتفاق جدید رو تو زندگیشون شروع کنن. من فکر میکنم بهتر باشه که امروز، یعنی همین الان که میخوایم راجبش صحبت کنیم، چند تا جمله رو که واقعا تو خودمون میبینیم که، یعنی دارم اینو به پدر مادرها میگم که اگر تو خودشون میبینن که واقعا یه سری رفتارها اشتباهه، دو تا جمله رو بنویسن که از همین امروز عملیش کنن، از همین امروز انجامش بدن و به نظرم بهترین کار همینه. و اگر که نمیدونم، چون یه سری ها براشون معذرت خواهی کردن از بچه ممکنه سخت باشه، ولی اگر که همین امروز یه کاری کردین که از این چیزایی که ما داریم میگیم، از این الگوهای مخربی که ما داریم میگیم انجام دادن که اشتباه بوده، به راحتی برن معذرت خواهی کنن، بگن من از همین امروز یاد گرفتم که باید عوضش کنم. آفرین، عالیه. یعنی اگر سخت برامون، بله، من پیشنهاد میکنم که اول برن تو اتاق خودشون در رو ببندن با خدا صحبت بکنن. بله دقیقاً، هممون این کار انجام بدیم و به خدا بگیم صادقانه، بگیم خدای من تا امروز نمیتونستم خشم خودم کنترل بکنم. درست. و این داره زیان میزنه به عزیزانم، به بچه‌هام، به همسرم، حتی به روابطم. من میخوام درستش بکنم. بهم کمک بکن. به ضعف خودمون اعتراف بکنیم، توبه کنیم، برگردیم به سمت دیگه و اینو تو خانواده مطرحش بکنیم. دقیقاً. بریم صحبت بکنیم، بچه رو، دخترمون، پسرمون رو بکشیم کنار، بگیم عزیزم من تا امروز نمیدونستم، الان متوجه شدم که دارم به تو ضربه میزنم، آینده تو رو بخوام دارم نابود میکنم. چرا اینقدر مواد مخدر برای ما اهمیت داره ولی خشم اینقدر اهمیت نداره؟ کتاب مقدس عیسی مسیح خشم رو در مقابل قتل قرار میده. درست. از مواد مخدر صحبت نمیکنه. تو متا، بله، آیه که شما خوندی داره، بله، از خشم صحبت میکنه. بله. اونو در مورد قتل میذاره، میگه که تو داری شخص مقابل حتی نابودش میکنی، بله، میکشی، خوردش میکنی. پس موضوع خیلی حیاتی و مهمه. دقیقا همین نکته که شما به عنوان یه جوان اشاره کردی، به حضور خدا اعتراف بکنیم، نوجوان عزیزمون رو ببریم، همسرمون رو حتی اگر این مشکل رو داریم. من میدونم خیلی ها در از این موضوع رنج میبرن، مخصوصا وقتی که در کشورهایی مثل ایران عزیزمون که مشکلات عجیب غریب اقتصادی وجود داره، بله، جامعه افسار گسیخته از همه نظر وجود داره، بله، خشم مستولی میشه، بله، ولی راه حل‌های عملی هست. درسته. برای انجام دادنش یه چیز دیگه که میتونه کمک بکنه برای اینکه امروز نوت برداریم و انجامش بدیم، اینه که یک استراتژی جدید طراحی کنیم. یه طرح نو براندازیم. یک چیز جدید، یه الگوی جدید. حالا اون قبلیه رو می‌خوایم بذاریم کنار، یه کاری بکنیم. شما اول صحبت نکته جالبی گفتی، بله، گفتی وقتی من عصبانی میشم محیط رو ترک میکنم. دقیقا. یکی از روشاش اینه. گوشمونو بگیریم. نوجوان تهاجمیه، داره حرفای عجیب غریب میزنه. درست. اون لحظه میتونی گوشتو بگیری. حالا نه اینکه دست بذاری رو گوشت که نشون بده که من به تو بیتوجهم. میتونی نشنوی. منظورم اینه، از کنارش میتونی رد بشی. محیط که آروم شد، فضا رو که تونستی به حالت دلسوزی و همدلی در بیاری، بری بشین آروم باش صحبت بکنی. حتی اگر داره باز اون تهاجمی برخورد میکنه، شما جوابشو تهاجمی ندی، با آرامش حلش بکن. من به یه عزیزی میگفتم که میگفت من وقتی عصبانی میشم، هر کلمه که بلدم و نثار بچه‌ام میکنم یا همسرم میکنم. مثل سم، مثل تیرهای سمی، زهرآگین، این کلمات پرتاب میشن و قلب و زندگی طرف رو میخوان نابود بکنن. و ناراحت بود، خودش داشت رنج میبرد. گفت چی کار باید بکنم؟ گفتم تا 100 بشمار. بعد دفعه بعد دیدمش، گفت آقا من تا 10,000 بشمارم درست نمیشه. بعضی موقع با یه عزیز دیگه صحبت میکردم، میگفت بهش گفت چی کار بکنم، راهکار خودش یه راهکار پیدا کرد، میگفت من میرم به گلدونا آب میدم. دفعه آخری که عصبانی شده بود، تمام گلدونا انقدر آب داده بود سوخته بودن. میگفت ولی اشکال نداره، گلدونا رو من دوباره رفتم تهیه کردم، ولی اجازه ندادم با این کلماتم مثل سیل زندگی زن و بچه‌مو نابود بکنم. آفرین واقعا. ترمی جان، من وقتی عصبانی میشم ظرف میشورم، همسرم میدونه. یعنی اگه میخوای ظرفای خونه مثلا یا مهمانی میایم چه شما عزیزان شسته بشه، منو ناراحت بکن. راهکار پیدا بکنیم برای اینکه چطور میتونیم خودمون رو آروم بکنیم، جدا از اینکه
اون لحظه من میشه بعدن میشه رفت کتاب مقدس برداشت، بعدن میشه رفت به حضور خدا، بعدن بله. میشه اینا چیزهایی رو که اینا چیزهایی که تو اون لحظه نمیتونی انجامش بدی. بله. شما در اوج خشم عصبانی نمیتونی به کتاب مقدس برداری بخونی یا اونجا بشینی دعا بکنی. بله. این اینا چیزهایی که یه پروسه قبل از اینکه شما به اینجا برسی باید انجام بدی. دقیقاً. این مسائل روحانی. بله بله. دقیقاً. که به اون اوج نرسه که منفجر بشه. دقت بکنید سوء تفاهم پیش نیاد از صحبتایی که ما داریم انجام بدیم. و یه چیزی که خیلی میتونه کمک بکنه اینه که خشممون رو تجزیه و تحلیل بکنه. درست. یعنی اگر مثلا تا 10,000 هم شمردیم و جواب نگرفتیم، از خودمون بپرسیم چرا؟ چرا مشکل کجاست؟ بله. شاید من اشتباه کردم، شاید اون نوجوان حق با اون بوده. بیش از حد حساس بودم، بیش از حد توقعم بالا بود. درست. خودمون یه لحظه بذاریم جاش. دوران نوجوانیمون یادمون بیاد. بله. هر چقدر اگه دوران نوجوانی خوبی نداشتیم، به خودمون بذاریم جاش. بله. ببینیم که اون در چه موقعیتی هست. بعد از اینکه وضعیت رو تجزیه تحلیل کردیم، قدم های عملی برداریم برای اینکه بتونیم در واقع این موزل رو حل بکنیم. بله. ترم موافق هستی با هم یه دعای کوتاه بکنیم در انتهای برنامه؟ بله. خیلی خیلی کوتاه برای همه عزیزان. بله بله. و حتی خود ما. بله. ببین با هم دعا بکنیم. دعا بکنیم که خداوند این خشم و عصبانیت و رفتار ما رو که از کنترل خارج میشه رو کمکمون بکنه. که بتونیم کنترلش بکنیم. ای پدر ما که در آسمانی، تو خدای ما هستی. میدونیم که خشمی که در ما هست درست نیست ای خداوند، و همینطور که در کلام تو خوندیم تو از این خشم ناراحتی خداوند، بخاطر اینکه روابط ما رو خراب میکنه. ای خداوند میخوایم روز دعا بکنیم برای خودم ترم جان و هر عزیزی که داره صدای ما رو میشنوه ای خداوند، که تو به جای این خشم صلح، تسلی، آرامش، حلم، بردباری خودت رو، صبوری خودت رو خداوند در ما ایجاد بکنی. کمک اون که خداوند که بتونیم این جرأت رو داشته باشیم که با خانوادهمون وقت بذاریم، با اونها صحبت بکنیم و بهشون بگیم که توبه کردیم و اشتباه کردیم و از این به بعد میخوایم به کمک همدیگه به نوجوانمون و جوانمون کمک بکنیم. به نام مسیح میطلبیم. آمین. آمین. مرسی از شما. مرسی ترمه. خدا نگهدار. خدا نگهدار.